خب یکی از روش های جنگ روانی دیکتاتورها علیه قیام و اعتراض مردم ایجاد شایعاتی هست بی اساس در مورد خطرات سرنگونی خودشون، که مثلا اگر سرنگون بشن کشور دچار از هم گسیختگی میشه، کشور دچار جنگ میشه، کشور دچار ویرانی میشه. از این حربه آخوندهای حاکم بر میهنمون بسیار استفاده میکنند، در حالی که هیچ دشمنی به اندازه خود اونها کشور رو به قهقرا و فقر و ویرانی نبرده، با این همه پیوسته از این ادعاها رو میکنند. آخرین نمونهش رو رژیم آخوندی در وحشت از سرنگونی خودش ایجاد شایعاتی مبنی بر اینکه اگر سرنگون بشن داعش وارد میشه. خب به این سوال چه پاسخی باید داد؟ با هم کلیپی رو که همکارانم تهیه کردن میبینیم. اگه ایران انقلاب بشه داعش حمله میکنه؟ وقتی میگوییم با سرنگونی آخوندها داعش به ایران حمله میکند، چندین واقعیت بزرگ را نادیده گرفته ایم. اول اینکه گویا جمهوری اسلامی است که جلوی داعش ایستاده و بدون او داعش پیشروی خواهد کرد. درست برعکس، ایده خلافت اسلامی در خاورمیانه اولین بار توسط خمینی مطرح شد. داعش فرزند سیاسی، فکری و حتی تشکیلاتی جمهوری اسلامی است. در سوریه یکی از موانع پیروزی انقلاب مردم داعش است. داعش با اسد یعنی متحد آخوندها همکاری می کند و علیه ارتش آزاد می جنگد. سپاه قدس در عراق روستاهای سنی نشین در استانهای مختلف عراق را ویران کرد. هزاران خطیب مساجد سنی را ترور کرد، مساجدشان را منفجر کرد. این کشتارهای خونین بزرگترین بستر برای پیوستن جوانان سنی به داعش را فراهم کرد. همچنین نوری المالکی، نخست وزیر سابق وابسته به جمهوری اسلامی، هنوز با اتهام آزاد کردن عمدی سران داعش و همدستی در سقوط موصل مواجه است. آخوندها بزرگترین سودبرنده از وجود جنگ فرقه‌ای و مشخصاً داعش بودند. برخی از منافع بیشماری که تشکیل داعش برای آخوندها داشته از این قرار است: 1. گسترش سرکوب و خفقان در ایران به بهانه داعش و ایجاد فضای امنیتی. 2. تهییج و انگیزه بخشی به نیروهای خودی، نیروهایی که در حال ریزش هستند و نیاز به دینامیزم برای حرکت دارند. 3. محبوب نمایی بسیجی ها و نمایش تبلیغاتی با امثال حججی ها، قهرمان نشان دادن جنایتکارانی چون سلیمانی. 4. ایجاد بی‌ثباتی در سوریه و ترساندن مردم از شرایط مشابه در ایران در صورت قیام و انقلاب. در یک کلام، صدور بحران به خارج با ایجاد جنگ در آن سوی مرزها، یعنی سیاستی که سالهاست بقای این نظام را تضمین کرده است. حال به این سوال باز می‌گردیم: اگر در ایران انقلاب شود، آیا خطر حمله داعش وجود دارد؟ جواب منفی است. داعش محصول و مطلوب حکومت آخوندی است. با از میان رفتن حکومت آخوندی، بدون شک داعش نیز گام به گام از میان خواهد رفت و هرگز امکان سربلند کردن نخواهد داشت.